همه ما با یه فطرت پاک و اسلامی به دنیا میایم. این خانواده ها و والدین هستن که در واقع فرزندشون رو به سمت باورهای خودشون میکشونن. قرآن یه کتاب معمولی نیست، بلکه قرآن همه علوم رو در خودش جمع کرده. درش عقیده هست و علوم دیگه‌ای هم درش میتونید پیدا کنید. مجموعه این علوم همه معجزات علمی قرآن هستند که بیش از 1400 سال پیش در این کتاب آسمانی ثبت شدن. بارلاها، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. بالقرآن اهتدی فی رحبه تحل الحیا شوقا الى المولى اتیت اسلمت روحی للاله نور الحنایا والطلوح لله اعلنت الرجوع آیاته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنایا والطلوح لله اعلنت الرجوع آیاته تغدو شموع. من آنتونیو نعمت الله گارسیا هستم. سال هاست که در مادرید زندگی می کنم، اما اصالتاً اهل شهری به نام استوریاس در شمال اسپانیا هستم. من تحصیلاتم رو در مادرید گذروندم و در حال حاضر وکیل حقوقی هستم. آنتونیو به تازگی مسلمون شده. ایشون یه وکیل خبره است که بعد از گفتن شهادتین حرفه و تخصصشو وقف اسلام کرده. همراهمون باشید تا بدونیم که چطور الله اونو هدایت کرده. ببینیم و بشنویم که اسلام چه تأثیری بر روند زندگیش گذاشته. من چندین سال پیش مسلمان شدم و قبل از اینکه مسلمان بشم زندگی پیچیده‌ای داشتم و از زمانی که به دین اسلام روی آوردم از اون موقع زندگیم به طور کل عوض شده و تعادل بسیاری پیدا کرده. من مدت طولانی و صرف تحقیق در زمینه دینهای مختلف کردم، اما پاسخهایی که در اسلام پیدا کردم به درک خودم از جهان هستی خیلی خیلی نزدیکتر بود و جواب سوالهایی که همیشه تو ذهنم بود و در اسلام پیدا کردم. قبل از اینکه به مطالعه در مورد اسلام علاقمند بشین و تحقیقات و مطالعات گسترده‌تون رو در مورد این دین زیبا شروع کنید، تصورتون از اسلام چی بود؟ تا چه حد در موردش میدونستین؟ در ابتدا هیچ چیز از اسلام نمیدونستم. گستره معلومات ما غربی ها در مورد اسلام بسیار بسیار محدوده، مخصوصا اینجا و در اسپانیا. بذارید براتون بگم که چطوری شروع به مطالعه کتاب های اسلامی کردم. کار من خیلی وقتا به سفارت کشورهای مختلف میکشید و بعضیاشون به هم قرآن هدیه میدادن، بعضیاشون بروشورهایی در مورد اسلام میدادن. این آغاز راه من بود. علاوه بر اون انگیزه شدیدی در وجودم منو به سمت پیدا کردن حقیقت هل میداد. برای تحقیق و یادگیری هر گونه علمی آدم به یه انگیزه قوی نیاز داره که خوشبختانه من اون انگیزه رو کاملا داشتم. میل درونی انسان به دانستن و سوال پرسیدن یکی از ویژگی هایی که الله سبحان برای ما انسان ها قرار داده. قرآن با لحن ها و به شکل های مختلف نمونه های بسیاری از این سوالات رو پرسیده تا میل درونی انسان به سوال پرسیدن رو تحریک کنه. من در این زندگی تنها نیستم. باید اینو بدونیم و بفهمیم تا بتونیم در کنار دیگران درست زندگی کنیم. این چیزیه که حتی در ارزش‌ها و دستورات اسلام هم بارها بارها به شکل‌های متفاوت و واضح به چشم می‌خوره. من کتاب‌های زیادی رو در زمان
تحصیلم در مورد علوم انسانی خونده بودم و همه اونها هم منو به سوی اسلام هدایت کردن. همه اینها باعث شد که من مسلمان بشم، یا بهتره بگم که به اسلام برگردم. نظر من اینه که همه ما مسلمون به دنیا میاییم، اما بعد خانواده ها ما رو به سمت باورهای خودشون میکشونن. روش های بازگشت انسان ها به اسلام با همدیگه فرق میکنه. بعضی وقتا این اتفاق از طریق دوست ها یا حتی فامیل هامون میفته. چیزی که منو شخصا به اسلام رسوند تحقیق و مطالعه در مورد مسائل مختلفی بود که همشون به طور عجیبی در نهایت به اسلام ختم شدن. در اسلام من دلیل وجودم رو فهمیدم. فهمیدم که چرا اینجا هستم و برای اینکه آدم مفیدی باشم چطور باید با این زندگی و با اطرافیان رفتار کنم. اسلام برای همه زمینه‌های زندگی بهترین پاسخ‌ها رو ارائه میده. فرقی نمی‌کنه این سوال‌ها در مورد یک شخص باشه یا یک خانواده، چه در مورد یک شغل باشه و چه در مورد یک جامعه. همونطور که گفتم به نظر من همه ما مسلمان به دنیا میایم، اما بعد خانواده ها ما رو به سمت باورهای خودشون میکشونن. در طول سفری که منو به اسلام رسوند همیشه به دنبال حقیقت میگشتم، چرا که برای درست تصمیم گرفتن در مورد یک موضوعی اول باید اطلاعات و دانش کافی در مورد اون موضوع داشته باشیم. پروسه طولانی و سختی نداره، فقط مهم اینه که با دانش کافی آهسته و با دقت قدم برداریم. نمیتونیم سریع و عجولانه با یه معلومات مختصر، ناقص و بعضاً نادرست تصمیم بگیریم، مخصوصاً اگر این تصمیم در مورد باورها، اعتقاداتمون و مخصوصاً اگر در مورد اسلام باشه. این آیه‌ای که شما رو تحت تأثیر قرار داده فوق‌العاده زیباست که می‌فرمایند بسیار بسیار زیبا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برایتان برگزیدم. این آیه دقیقاً چه پیامی بهتون داد؟ این آیه دلالت بر وداع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در انتهای مأموریتش در رسوندن پیام الهی اشاره داره. به نظر من هر کسی که به اسلام روی میاره معنا و مفهوم این آیه رو به خوبی درک میکنه که این آیات پایانی رسالت رسول الله. هدایت من فضل ربی جهل و قلبی یخضر احساسی و دربی و ملامحی حین تدعی. این آیه عظیم سه نکته داره که اسلام رو با بقیه دینها کاملا متفاوت میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرمایند این یک پیام صریح و واضح از طرف الله که اسلام کامله و نیازی به اضافه کردن هیچ چیزی درش نیست. و در ادامه میفرمایند که نعمت خود را بر شما تمام کردم. بزرگترین نعمت دین اسلامه که همه ی نعمتها رو در خودش جای داده. و سومین نکته این که الله رحمان فقط این دین رو کامل اعلام کرده و به این دین راضیه و هیچ دین دیگه ای رو قبول نمی کنه. پس دین قابل قبول و اصلی در محضر الله سبحان فقط اسلامه. یا منزل القرآن نورا على احمد احسست بطمئنان بالنور لما ابتدا بالقرآن برحمه تحلو الحياة با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. بالقرآن برحمه تحلو الحياة.
آنتونیو به شدت تحت تأثیر قرآن قرار گرفته بود. با اینکه ترجمه های اسپانیایی که میخوند خیلی پیچیده و سنگین بودن، اما پیام های این کتاب خیلی سریع تأثیر خودشونو بر دل و عقلش گذاشتن، چرا که کلام و پیام ها از طرف خالق همین عقل و دل بودن. قرآن یک کتاب معمولی نیست، بلکه قرآن همه علوم رو در خودش جمع کرده. درش عقیده هست و علوم دیگه هم درش میتونین پیدا کنین. مجموعه این علوم همه معجزات علمی قرآن هستن. اکتشافات علمی اخیر ثابت کردن که بسیاری از اشاره های قرآن به مسائل علمی که 14 قرن پیش نوشته شدن کاملا صحیح هستن. مثلا سوراخ لایه اوزون و یا آخر دنیا، اینها همه در قرآن به شکل شگفت‌انگیزی توصیف شدن و هر کسی که قرآن رو بخونه و کمی در آیاتش تدبر کنه متوجه میشه که این یک کتاب معمولی نیست و علم ثابت کرده که همه ی نوشته هایی در اون با اینکه 14 قرن پیش نوشته شدن کاملا درستن. قرآن مجموعه ای از علوم در زمینه های مختلفه که پاسخ همه ی سوالات ما رو میده. از طرفی اینها باعث میشه که درست خوندن و درک کردن قرآن هم کمی سخت تر بشه، چرا که خیلی از ما فقط قرآن رو میخونن اما در آیاتش تدبر و تأمل نمی کنن. این کار اجازه نمیده که از قرآن سود کافی رو ببریم. هر سوره و هر آیه معانی و تفاسیر زیادی رو در خودش نهفته داره که میتونن پاسخی برای بسیاری از سوالهای ما باشن. اینجا پیامهای واضحی از آیات قرآن کریم بهمون رسیده. حالا شما چه پیام خاصی از این کتاب دریافت کردین؟ سوره بسیار زیبا و مهمی در قرآن وجود داره به اسم اخلاص. این سوره بسیار کوتاه اونقدر روی من تأثیر گذاشت که من اسم بعضی از مؤسساتم رو اخلاص نامگذاری کردم. علاوه بر اون مؤسسه آموزشی اسلامی هم پایه‌گذاری کردیم که اسم اون رو هم اخلاص گذاشتیم. اینها تأثیر این سوره رو بر روی زندگیم، رفتارم و حرفه کاریم رو نشون میدن. سوره اخلاص سوره کوتاه و ساده ایه، اما با این حال پیام رو به بهترین شکل ممکن منتقل میکنه و همینطور که خدمتتون عرض کردم این سوره روی زندگی من تأثیرات بسیاری گذاشت، روی اخلاقم، روی کارم و حتی روی روابط نزدیکم با اطرافیانم. واقعا سوره پرمعناییه. بله سوره پرمعناییه. بله بسیار زیبا و پرمعناست. تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. این سخنان مردی اسپانیاییه که عقلشو قاضی کرده و بدون هیچ پیش داوری قبلی در مورد اسلام موضوعات مختلف قرآن رو مطالعه کرده. آیا این دین مستحق این نیست که صادقانه و عاقلانه مطالعه بشه؟ بدون ترس به اسلام نزدیک بشین. این یه فرهنگ و باور غلط در مورد اسلامه که سالهاست در کشورهای غربی جا افتاده و باعث شده ما از اسلام دور بشیم. اسلام میتونه بهترین پاسخ رو به سوالاتتون درباره زندگی دنیا بده. شهادتین. کی و کجا شهادتین رو گفتین؟ و اگه میشه برامون توصیف کنید اون احساستون رو موقعی به زبون آوردن شهادتین. حدود سال 1991 بود که از اسپانیا به سمت ترکیه رفتم. در ترکیه شهادتین رو به زبون آوردم و برای همینم احترام خاصی برای این کشور قائلم. من شهادتین رو در یکی از مسجدهای استانبول به زبون آوردم. یکی از دوستام منو به همراه خودش برد پیش شیخی که میشناخت تا شهادتین رو بگم. شیخ کلمات شهادتین رو به من گفتن و من هم تکرارش کردم.
درسته که میگم همه ما مسلمون به دنیا میاییم، اما گفتن شهادتین جلوی دیگران به همه نشون میده که ما تصمیم گرفتیم تا آخر عمرمون مسلمون بمونیم، کاملا به یگانگی خدا و لا اله الا الله معتقد بودم، اما وقتی شهادتین رو جلوی دیگران به زبون آوردم به اعتقاداتم در مقابل دیگران اقرار کردم و این باعث میشه مسئولیتم در قبال جامعه مسلمین بیشتر بشه. آنتونیو با توجه به احساسات پاک و اخلاصی که نسبت به دین اسلام داره سبب شده که وقتشو صرف خدمت به دین اسلام و جامعه مسلمین جهان کنه. آنتونیو یکی از اعضا و بنیانگذار انجمنها و مؤسسات بسیاریه که همشون در راه خدمت به اسلام دارن تلاش میکنن. اولین انجمن برای دفاع از اسلام و ضد کسانی که اسلام ستیزه میکنن به نام فوبیا. دومی مؤسسه حمایت از دعوت به اسلام و سومیش هم برای دفاع از حقوق مسلمینیه که دارن فعالیت میکنن. علاوه بر کار اصلیم که وکیل هستم، برای مؤسسه‌ای که کارهای حقوقی مربوط به مسلمان‌ها و اسلام رو انجام میده و در راستای حفظ حقوق مسلمان‌ها تلاش می‌کنه، مشغول به فعالیت هستم. به همراه این مؤسسه ما پرونده‌های قانونی و حتی بسیاری از پرونده‌هایی که گیرهای قانونی دست و پاگیر در مورد مسلمان‌ها داشته رو حل و فصل کردیم. ما تلاشمون بیشتر اینه که اسلام و مسلمان‌ها رو در مقابل قوه قضاییه اسپانیا قوی تر بکنیم. تا اونجایی که من میدونم تعداد تازه مسلمان‌ها در اسپانیا خیلی زیاده. سرشماری‌های رسمی و قانونی نشون میدن که ما در کل 1,700,000 مسلمان داریم که 200,000 نفرشون مسلمان‌های اسپانیایی تبار هستن که در واقع یکیشون منم. انجمن‌ها و مؤسسه‌های بسیاری هستن که در اسپانیا تلاش می‌کنن و در جهت تبلیغ و دعوت مردم به اسلام فعالیت دارن. یکی از مهمترین این مؤسسات مؤسسه آموزش دعوت اسلامی اخلاص است که من از اعضای مؤسسه این مجموعه هستم. این مؤسسه به حمدالله تونسته با فعالیت هایی که داره و دوستان مخلصی که دارن تلاش میکنن خیلی ها رو به اسلام راهنمایی کنه. اسپانیا یک کشور آزاد با قوانین آزادی خواهان است که از حقوق همه مردم محافظت میکنه. قانون اساسی کشور هم این رو تضمین میکنه و بندهای زیادی در قانون اساسی اسپانیا در دفاع از آزادی افکار، آزادی بیان و آزادی فکر و عقیده وجود دارن که ما تونستیم با تکیه بر این قوانین آزادی در داشتن اعتقادات دینی و مذهبی خودمون رو داشته باشیم و امیدمون بر اینه که بتونیم جامعه مسلمان ها رو در اسپانیا بیش از پیش تقویت کنیم انشاءالله. تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. برادر آنتونی، آرزوی قلبیتون در زندگی چیه؟ آرزو دارین که در زمینه خیریه و دعوت دیگران به اسلام چه کارهایی رو انجام بدین؟ ما وبسایت اینترنتی به نام اسلام نیوز داریم که به وسیله افرادی که روی پروژه ها کار میکنن ساپورت و پشتیبانی میشه. کار ما در این وبسایت انتخاب مهمترین اخبار اسلامی از رسانه های دیگه و همچنین اخبار منتشر نشده در سراسر جهان و انتشار اونها برای عموم مردمه. ما میتونیم این سایت رو بزرگتر کنیم و امکاناتش رو بیشتر بکنیم، اما در حال حاضر بودجه کافی برای انجام این کار رو نداریم. اگر این سایت بزرگتر بشه و امکانات بیشتری داشته باشه میتونه تأثیر دوچندانی روی موفقیت بیشتر کار دعوت بذاره. این اخلاص و تلاش صادقانه شما علاقه و احساس مسئولیتتون نسبت به اسلام رو نشون میده.
برادر عزیزم، به اذن الله عز و جل این آرزواتون تحقق پیدا میکنه. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید برامون. بسیار متشکرم. الله یار و نگهدار. به همچنین. بفرمایید. تسیر بدر بالقرآن فیشرق صبح و الحانی ارتله واحفظه واقرأه بمعاني اسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلامي رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن Oh.